مجید محمدی، جامعه شناس از نیویورک همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب محمدی. شاهد گسترش بازداشت ها هستیم و گسیل و استقرار نیروها در بسیاری از شهرهای کشور، نیروهای نظامی. نشانه چیه؟ اینها همه نشانه ترس حکومت هست. این وقتی که با این حجم از نیرو شما مواجه هستید، مشخص است که حکومت حراس جدی داره از اینکه مردم دوباره گرد هم بیان و دستگاه‌های امنیتی، نظامی، انتظامی، یگان ویژه اینها رو به چالش بکشند. قدرتی که در جاویدنامان انقلاب مهسا هست و همچنین بازداشتی‌ها مردم رو به همدلی دعوت میکنه و این یک فرایند رو به جریان میاندازه. مردم از همدلی به همبستگی، به سمت همبستگی حرکت میکنن. همبستگی مردم رو همرأی میکنه، نزدیک به هم میکنه، اختلافات رو ذوب میکنه. در مرحله بعد همراهی هست، همراه هم میشن در حرکتی که دارن و در نهایت با همکاری میتوانن این حکومت رو براندازن. حکومت این فرایند رو میدونه و کاملا اینها آشنا هستن. اینطور نیست که امروز اینها در نابینایی به سر ببرن. فرایندهای اجتماعی رو دنبال میکنن، مدام نظرسنجی میکنن، نبض جامعه رو میدونن که چگونه میزنه و به همین جهت هم هست که این فشارها همه برای این هست که اون همدلی شکل نگیره. اینکه قبرها رو خورد میکنند، اینکه افراد رو بازداشت میکنن، اینکه قبرستانها رو تبدیل میکنن به محلهای نظامی، زره پوش میارن، بر فراز شهرها هلیکوپتر به پرواز در میارن، همه اینها نشان دهنده حراس جدی حکومت هست از اینکه مردم در کنار هم قرار بگیرن. جناب محمدی، به این همبستگی مردم اشاره کردید. سفارایی حکومت کاملا مقابل شهروندان عادی، از این حیث میگم شهروندان عادی که ما در بازداشت ها میبینیم که دیگه افرادی که بازداشت شدن برای نمونه چهره های شناخته شده سیاسی، فعالان مدنی یا جنبش دانشجویی نیستن، مردم عادی هن. دقیقا همینطور هست. امروز حکومت به عنوان یک مافیای پلیسی با مجموعه جمعیت ایران در واقع در تقابل قرار گرفته. اینطور نیست که جمعیت اندکی باشن، 300 نفر، 500 نفر، 1000 نفر رو اینها بازداشت کنن و ماجرا به پایان برسه. ببینید، تمرکزی که حکومت امروز بر خانواده‌های داغدیده داره به نظر من نشان دهنده 4 چالش جدی حکومت هست در برابر کسانی که عزیزانشون رو از دست دادن. چالش اول این که نام اینها، یاد اینها دیگه قابل حذف نیست. دیگه دهه 60 نیست که افراد رو در خاوران خاک کنن، بعد قبرستان رو از بین ببرن. اینها عکس دارن، فیلم دارن، زندگی دارن، زندگی‌هاشون رو مردم تجربه کردن. در یک سال گذشته صدها هزاران فیلم از اینها منتشر شده و مردم دارن داستان‌های اینها رو دنبال می‌کنن. در واقع اکانت ها، کانال هایی رو که خانواده ها دارن، اینها داره دنبال میشه. نکته دوم این که خانواده های داغ دیده روحانیت رو و دین رسمی رو به چالش میکشن. اینطور نیست که مثل دهه 60 ساکت باشن، حالا یه چیزایی رو ملاحظه کنند. اون ملاحظات خوشبختانه به کنار رفته و خانواده ها صدای نسبتاً بلندی رو در فضای اجتماعی دارن. نکته سوم این که ابزارهای معمول حکومت، حالا چه باجدهی، چه تلاش برای توجیه خانواده ها با عرق ملی یا عرق مذهبی، اینا دیگه کار نمیکنه. در همین دیداری که آقای خامنه ای داشت با مردم به اسم مردم بلوچستان، اینا تلاش زیادی کردند که خانواده های داغ دیده ها رو بیارن ولی موفق نشدند. و نکته چهارم هم این که کسانی که در انقلاب مهسا جان خودشون را از دست دادند و جاویدنام شدند، اینها قهرمانان زندگی بودند، اینها قهرمانان مرگ نیستند. به همین دلیل هم نامشون فراموش نخواهد شد و به مردم قوت و قدرت میدن برای که در عرصه اجتماعی حضور پیدا کنند.